حدیث نجات لحظه به لحظه بلا میباره، چون قبل از ظهور حضرتیم، آخر الزمانیم، علائمی که فرمودن پیدا شده، زنها چنین میشن، پسرها چنان میشن، امر بر بیننده مشتبه میشه. تو خیابان آدم میبینه نمیدونه این زن یا مرده که داری میبینی، روزی چند تا چهره های اینجوری رو شک میکنه که این زن یا این مرده. این از علائم آخر الزمانه. مساجدشون نظر بنا آباد میشه، قلبهای نمازگزارا که توش نماز میخونن خراب میشود، جسما کنار یکدیگر، دلها از همدیگه جدا، دین هم دنانیر هم، دین مردم آخر الزمان پول میشه. در دوره آخر الزمان به قدر ربا شدید میشود که اکثر امت من گرفتار ربا میشوند، و اونایی هم که ربا نمیخورن یک قباری از ربا روی آنان مینشینند. که داریم میبینید چه خبر است. خب راه یکیست، اگه میخوایی نجات پیدا کنید فقط همین. کلام حضرت عسکری به احمد ابن اسحاق. با سختی فراوان رسید سامر را، میخواست از جانشین حضرت بپرسد. قبل از آن که چیزی بگوید امام فرمود: ای احمد ابن اسحاق، خداوند زمین را بدون حجت نمی گذارد. سپس امام به درون اتاقی رفت. وقت برگشتن کودکی روی شانه‌اش بود، خورشید تر از خورشید، ماه تر از ماه. فرمود: اگر پیش ما عزیز نبودی فرزندم را نشانت نمی دادم. مسئله او مسئله خضر و ذوالقرنین است. به خداوند قسم آنچنان از دیده ها غائب می شود که در آن روزگار همه حلاک می شوند، مگر کسی که خداوند او را در اقرار به امامتش ثابت قدم بدارد و به دعا برای تعجیل فرجش توفیق دهد. خدا قسم، کلام امام معصوم حضرت عسکری سخن میگه، والله به خدا قسم چنان غیبتی دارد این پسر من، این مهدی من، اینقدر غیبت این پسر من طولانی است که نجات پیدا نمی کنند از هلاکت در زمان غیبت. هلاکت، هلاکت اعتقادی هست، یعنی من دینم از بین میره. هلاکت، هلاکت مادی هست، مالم از بین میره. هلاکت مطلق حضرت فرمودن، تهلکه مطلق. هلاکت جسمی هست، خودم از بین میرم. هلاکت شخصیتی هست، آبروم میره. هلاکت خانوادگی هست، زن و بچه‌م از دستم گرفته میشه. همه چی هلاکت مطلق، مادی، معنوی، دنیوی، اخروی، اصلا از بین میرم. همه مردم هلاک میشن، هم از بین میرم. الا الا استثنائیه، الا مگر کسی که خدا دل او رو ثابت کرده باشد بر قول به امامت ولی عصر، دست از حجت ابن الحسن بر ندارد. دو، و وفقه فیها لدعاء به تعجیل فرج. بخوان دعای فرج را، دعا اثر دارد. هیچ میدانی که تنها راه رهایی از بی ایمانی دعای کثیر است بر بارش باران ظهور. بخوان دعا دارد، دعا
کبوتر عشق است و بال و پر دارد. کسی نجات پیدا میکنه احمد ابن اسحاق که خدا او رو موفق کنه برای تعجیل فرج این پسر من دعا کنه. این دعای تعجیل فرج توفیق خداست. ما اول باید از خدا بخوایم موفق بشیم. هر کسی لیاقت پیدا نمی کنه. پس ما اولا بدونیم دعای برای تعجیل فرج باید خدا لطف خدا لطف بخوام دعای فرج طلب که روزگار بسی فتنه زیر سر دار. یعنی در زمان غیبت مردم همه تون هلاک میشید، همه تون بیچاره میشید، همه تون گرفتار میشید، مگر این که خدا به شما توفیق بده در طول شبان روز دلتون متوجه حضرت باشه، این دستاتونم بلند باشه، هر جا میری سر نمازا حال پیدا میکنی بگی اللهم عجل لولی کالفرج والعافیت و الناس. دعاگوی فرج اگر شدی نجات پیدا میکنی و الا فلا. اللهم اجل این دست های توسل که در اهتزاز است امان خواهد بود از شر فتنه های زمان. بزرگترین وظیفه ما امروز دعا برای وجود مقدس مولا صاحب الزمان و توسل به آن عزیز هست و هر چی میتونیم باید برای فرج آن عزیز دعا کنیم، از خدا بخواهیم که هر چه زودتر خداوند فرجشو به ما عنایت کنه. خودش فرموده، امر فرموده به ما و اکثر دعا به تعجیل الفرج، هر چی میتونید برای من زیاد دعا کنید. چرا؟ برای اینکه برای شما فرجی نیست تا فرج من حاصل نشه. اللهم اجل ولی کل فرج من نصر من عافیه و جعلنا من خیر عمامه و انصاره و اتباعه و شیعته.